سلام، اشغالتون چطوره؟ ام حسین هستم، اومدیم با یه ویدیو دیگه. نمیدونم چرا وبکم رو از این وری کردم، ولی خب امیدوارم که جاهایی که نیاز هست شما ببینید اذیت نشید و بتونید کنار وبکم رو ببینید و زیر وبکم چیز خاصی امیدوارم که نباشه. امروز اومدیم توی این ویدیو کمپین جدید آربیتروم رو معرفی بکنیم. آربیتروم یه شبکه هستش که یک بلاکچینی هستش که هر چیزی بذاره من به شخص خودم میزنم چشم بسته و حتی سایت اسکم هم بذاره سایت اسکم میرم و ولتم رو متصل میکنم. یعنی یه جورایی انقدر به آربیتروم اعتقاد دارم و علاقه دارم بهش که کلا خیلی دوست داشتنی آربیتروم دیگه. حالا اکثر دوستان میدونن که چرا این آربیتروم انقدر دوست داشتنیه. یه کمپینی رو برگزار کرده که الان توی چپتر 1 هستیم، فصل اولش هستیم، به نام آربیتروم آرکید، که قرار هستش پروژه های گیمینگ رو داخل این کمپین بیاره که الان در حال حاضر 4 تا پروژه گیمینگ رو توی این کمپین آورده و کمپین هم داخل سایت کلیک برگزار میشه. داخل سایت کلیک برگزار میشه که خیلیاتون حالا با کلیک آشنا هستین و میدونین که یه سایتی بود که با فیور یا پروژه دیگه مثل آپتیمیزم و اینا همکاری داشته، یک سری حالا تسب داخلش قرار داده بود. و خیلی جالبه از 4 تا بازی که ما اینجا معرفی کردیم، از 4 تا بازی که آربیتروم معرفی کرده 3 تاش رو ما معرفی کردیم که یکیش آی آرنا بود که داخل کانال تلگرام معرفی کردیم بهتون و گفتیم یه بازی هستش که توکن NRN میده و میتونید با پلی دادن این توکن رو فارم بکنید. بازی دومشون رو اصلا تا حالا ندیدم و اسمش هم هیچ جا نشنیدم و الان جلوی شما فالوش میکنم. بازی سوم که پایرت نیشن باشه که اصلا ویدیو در موردش ساختیم داخل کانال یوتیوبمون، داخل کانال یوتیوبمون. تریجر داو هم که بزرگترین داو آربیتروم به شمار میاد و بیشترین جذب سرمایه رو از آربیتروم داشته که یکی از خفن ترین هاست و در خصوصش داخل کانال تلگرام یک سری مطالبی گفتیم و توکن خودش هم یعنی ماجیک رو داره. یه جورایی هم به قولی مارکت پلیس NFT محسوب میشه و خود پایرت نیشن آیتم هایی رو توی این مارکت پلیس به فروش گذاشته و هم میتونید الان مثلا آیتم هاشو داخل اوپن سی بخرید یا اینکه اصلا داخل تریجر داو. خب قبل اینکه بریم سراغ ویدیو و بدونید که باید چه کارهایی انجام بدید، دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو فشار بدین و از اینجا خیلی بهتر شما رو میبینم. همیشه این جلوم بود، خیلی سخت میدیدمتون، این پشت بودم، الان خیلی بهتر شده خدا رو شکر. برو بریم سراغ ویدیو، سابسکرایب یاد نره. خب اول از همه که باید بیام داخل این پلتفرم و خودشون هم گفتن که حالا داخل این پلتفرم لینکی که گذاشتم بچا لینک رسمی هست که من همین لینک رو پایین ویدیو میذارم براتون، از لینک جاهای دیگه نرید که اسکم نشید. 7 تا چپتر هست، اگه بخواید این 7 تا چپتر رو انجام بدین شما نیاز هستش که حتما هزینه بکنید روی این یه جورایی اسمش چیه به قول معروف روی این پلتفرم ها و توی این هفته ممکنه که حالا هفته های آینده بازی های دیگه اضافه بشه و تسک های سختر یا آسونتری اضافه بشه. من هیچ کاری رو انجام ندادم و به محض اعلام شدن فکر کنم 3 ساعته که الان اعلام شده، تو این 3 ساعتی که اعلام شده 2 ساعت و نیمه که اعلام شده گفتم بیام انجامش بدم و همین انجام دادن خودم رو براتون ویدیو بکنم که شما هم ببینید و لذت ببرید. پس بچه‌ها 7 تا چپتر داره و الان با 4 تا پروژه کار داریم و این کمپین 6 روز مهلت داره. حواستون باشه که اگه این ویدیو رو دارید نگاه میکنید احتمالاً 5-6 روز دیگه این کمپین به پایان میرسه. روی ساین اپ هیر که کلیک میکنید وارد سایت کلیک میشه و اینجا روی ساین این کلیک میکنید و ولت متامسکتون رو متصل میکنید. زمان که ولت رو متصل کردین اینجا توضیحاتی رو آورده و گفته که حالا انتهاش گفته که برای ایردراپ نیست و بعد اینجا یه دونه یه سری قوانین آورده که گفته این اکوسیستم اسکور رو حتما کلیم بکنید چون اکتیویتی شما روی شبکه آربیتروم رو بهتون نشون میده و گفته که کانتریبیوشن اسکور هم برای هر بازی کالکت بکنید و اینجا گفته که امتیاز شما بر اساس حالا این چیزی هستش که اینجا نوشته شده. خب این کلیمی که به ما گفته رو ما برای اینکه وارد بخش آرکید بشیم باید این رو کلیمش بکنیم که منتظر میشیم اینجا برامون بالا بیاد. روی اد ولت کلیک میکنیم، همین ولتی که از قبل متصل کردیم رو اد میزنیم و زب در میزنیم، روی نکست کلیک میکنیم. امیدوارم جایش اذیت کننده نباشه که بتونم تو یه دونه ویدیو درش بیارم دیگه. حالا داره امتیاز منو بررسی میکنه، چند تا NFT دارم، نمیدونم چند تا تراکنش دارم روی شبکه، چند تا NFT هولد دارم. این اودیسه است، آره این اودیسه بود. بعد چه مقدار دارایی دارم، مقدار بالانسم
برای نیتیو بریج چقدره و حالا چیزهای دیگه‌ای که شما مشاهده می‌کنید. روی گت اسکور کلیک می‌کنید و اینجا حالا شبکه آربیتروم نوواه. شبکه آربیتروم نوواه. خب اسکور من بچا 52 از 100 شد که خیلی افتضاح میتونه باشه و روی شبکه آربیتروم نووا میبریم و 5 سنت باید پرداخت کنیم که خدا رو شکر من این 5 سنت رو دارم، اگه نه ویدیو از همین الان کنسل میشد. برای اینکه حالا داراییتون رو روی آربیتروم نووا ببرید، برید وارد پلتفرم اوربیتروم داشتم اونجا نگاه میکردم orbiter.finance بشید و بهترش اینه که دارایی روی آربیترومتون رو ببرید به شبکه آربیتروم نووا و حالا هر مقداری که دوست داشتید، حداقل هم فکر کنم این مقدار باشه که الان فکر کنم 20 دلار باشه، حداقل هم 20 دلار هست، ببرید به شبکه آربیتروم نووا و که بتونید این مقداری که اینجا بهتون گفته رو دریافت کنید یا اون اسکور خود رو. من خدا رو شکر 3 دلار دارم، حالا نمیدونم از کی دارم. خب بعد از اینکه بالا بچه ها بعد از یه مدتی میتونید حالا بیاین آپدیت رو بزنید، احتمالاً یه کارمزدی از شما کم میکنه و امتیازتون رو آپدیت میکنه که الان من چرا روی آپدیت زدم خودم هم نمیدونم و این 5 سنت رو نمیدم و برمیگردم. الان شما امتیاز من رو میبینید که 50 است. خب چپتر اول، بازی اول که مربوط به پلتفرم تریجر داو هست، روی اینتر کلیک میکنیم و میریم واردش میشیم. خب توی این قسمت گفته که باید روی کلیم بزنیم، اینجا اد ولت داره، ولت رو اضافه میکنیم، روی نیکست کلیک میکنیم، منتظر میشیم و اینجا روی گت اسکور میزنیم. خب اینجا من امتیازم 5 از 100 و این چیزایی که اینجا گفته رو متاسفانه ندارم. مثلا حالا جیم هایی که گرفتم 0 یا مثلا حالا تنها چیزی که دارم و همین امتیاز 5 رو بهم داده، تگی بود که من خیلی وقت پیش بهتونم گفتم داخل کانال تلگرام و شما همین تگ ها رو دریافتش کردیم. خب این هم امتیازش رو میگیریم و بعد از اینکه این امتیاز رو گرفتیم زبده رو میزنیم میایم پایین تر. خب یه بخش رفرال هم داره که من لینک رفرالم رو برای خودتون میذارم که میگه هیچ رفرال 5 تا پوینت داره، یعنی هر رفرال برای شما 5 امتیاز داره که من این لینک رو براتون میذارم، دوست داشتید از این لینک استفاده کنید، نخواستیدم که میتونید خیلی به کسی نرسونید، مشکلی نداره. تا الان بچا خیلی تعداد کمی شرکت کردن و چون تازه هم استارت شده، من با امتیاز 57 اومدم رتبه 122 قرار گرفتم. خب قطعا در آینده نه چندان دور خیلی ها میان و این بالا میره و امتیازش دیگه خیلی بالا میره و نمیشه کارش کرد. بریم سراغ پلتفرم بعدیمون، یعنی دینینیو اگه درست بگم دینینیو. خب روی کلیم کلیک میکنیم و اینجا اد ولت داره، این اد ولت رو میزنیم، روی نیکست کلیک میکنیم و بعدش اینجا پلی. ما اصلا امتیازی نداریم توی این بازی و اصلا تا حالا این بازی رو من چیزی در موردش نشنیدم و هیچ NFT هم داخل بازی نداریم. اگر قصد خرید NFT دارید خیلی زود بیاید بخرید NFT رو که ممکنه در آینده نه چندان دور قیمت NFT رو بالا بره. خب من برم این برام با نمیکنه. حالا این بازیشون هست که احتمالا باید بیاد شما کار بازی کردن رو هم انجام بدید. خب روی گت اسکور من میزنم که امتیازم 0 بس، ولی خب حالا این 5 سنت رو پرداخت میکنم که این تسک انجام شده باشه و بعد میرم سراغ تسک بعدی. من از اینا رد میشم بچه ها، دونه دونه این حالا بهتون نشون میدم و ازش رد میشم، ولی خب برای که حالا بخواید پوینت خودتون رو بالا ببرید حتما باید بیاید و توی این پلتفرم ها فعالیت داشته باشین که امتیاز خودتون رو بالا ببرید. من نمیدونم چرا الان این تراکنش من تایید نشد، باید ببینیم که تراکنش قبلی تایید شده. بذارید من یک بار دیگه چک بکنم ببینم که الان باید برای من آپدیت بیاد. من یه بار زدم ولی خب حالا گت اسکور میاد، اب نداره. آها این زیریه هنوز کانفیرم نشده. این از این بچه، حالا این تا بیاد یه مقدار شاید طول بکشه، من نمیخوام تایم ویدیو طولانی شه. روی این اینتر میزنم. خب من دیگه توی این بازی فعالیت داشتم، قطعا باید یه چیزی بهم بده دیگه، یه پوینت خیلی خوبی ازش بگیرم. برو بریم برای کاراش، ولت رو اد میکنیم و میگه آقا پایرت لول چنده؟ خب من 26 فکر کنم پایرت لولم 1. تو رو خدا،
خب پس بچه ها این قضیهش کلا فرق میکنه. یه داستانی که هست اینه که دو نوع پایرت داریم و یه نوع از پایرت ها 300-400 دلاره و یه نوع پایرت 50-60 دلاره. اون 50-60 دلاری رو من دارم و بازی میکنم و الان به خاطر همین موضوع این پوینت رو به من کم میده. خب روی گت اسکور میزنم و این رو هم مثل اون یکی مینت میکنم و بعد میام پایین تر که باز هم رفرال داره و در این لحظه رنک من میاد و رنکینگ 15 قرار میگیره با این پوینتی که الان من دارم. خب برمیگردم به پلتفرم چهارم که آی آرنا هست. من داخلش بازی خاصی انجام ندادم وقتی که مسابقاتش شروع شد، ولی خب امیدوارم که پوینتی رو به هم بده که الان هم سایتش باز نمیشه، یه مقدار باید صبوری به خرج بدیم، مثل من چند بار کلیک نکنید تا براتون باز بشه. اینجا رو ادولت میزنیم و ولت رو متصل میکنیم و نکس میکنیم. خب میگه که دیت فایتر باید کلیم کرده باشه که ندارم 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 هیچی من دی توی این قسمت دیگه متاسفانه ندارم و مجبورم که همین رو برم و ادامه بدم. خب یه مطلبی که اینجا هست بچه ها خیلی جالبه، مثلا اینجا خودش به صورت لینک تور اومده گذاشته، حالا با ما بخوایم این رو در نظر بگیریم، گفته که تعداد آی آرنا مینت پسی که شما تو ولتتون هولد میکنید، بعد این خودش لینک داره و شما بخواید مثلا این مینت پس رو خریداری بکنید خیلی راحت میتونید بیاید و اینجا این مینت پس رو خریداری بکنید، که من مینت پس رو فکر کنم قیمت 2-4 اتریوم دیدم، امیدوارم که اشتباه دیده باشم. و مثلا حالا بخش رنک بتل هم که تعداد بتل هایی که شما انجام دادید، تعداد فایت هایی که انجام دادید داخل بازی رو بهتون نمایش میده. اینم از این که من حالا روی گت اسکور میزنم. خب این رو هم گرفتم که پوینتش حالا چون صفر بود به من چیزی نداده. میام تو قسمت بچه ها همین اولی، الان هر چارتاشون رو بچه ها ما یه دونه یه جورایی پوینت ازش گرفتیم، ولی برای اینکه حالا شما پوینتتون رو بخواید بالا ببرید باید بیاین و ببینید که چه چیزایی از شما میخواد و این امتیازی که تو این قسمت بهتون نشون میده برای چه چیزی هستش. به طور مثال این مقدار جیم هایی که شما دریافت کردین تو سایت تریجر داو که حالا باید برین داخل بخش های کوئستش و کوئست هایی که براتون میذاره رو انجام بدید. و مورد بعدی گفته که حالا توی هفته اول شما جم هایی که دریافت کردین این رو بهتون نمایش میده، اینو اینجا نمایش میده. این دیگه بچه ها کلن برای همه صفر میمونه اگه صفر هست، ولی این مقدار برای شما، یعنی این برای شما افزایش پیدا میکنه. خب یه دونه حالا تریجر تگ هم که شما دارید که حالا من تگم از نوع وای هست و یه دونه هم که هندل دارید که هندلتون هم بچه ها با اون چیزی که با اون آیدی دیسکوردتون مینت میشه. حالا مثلا دارم میگم من تگ رو گرفتم، بذارید ولتم رو متصل بکنم به این سایت. به طور مثال الان روی اینجا ساین مسیجم کلیک میکنم و خب وقتی که وارد همچین صفحه شدید اینجا بهتون تسک ها رو نمایش میده. الان کوئست هایی که اینجا برای من فعال هست این کوئست هست، مثلا توی این بازی شما باید 10 تا کیل بگیرید، روی پلی بزنید وارد اون صفحه مربوطه به بازی میشه. یا بذارید مثلا من پروژه هایی که حالا یه مقدار این پروژه، مثلا این پروژه توی کانال تلگرام معرفی کردیم، 5 تا مچ باید شما توی بخش بیست براول ببرید تا بتونید مثلا این پوینت رو دریافت کنید، مثلا 150 تا جم رو بتونید دریافت بکنید. یه مقدار بچه‌ها این تایم میبره و زمان میبره این تاسک ها بخواید انجامشون بدین. سعی کنید بازی هایی رو انجام بدین که مثلا جم بیشتری داشته باشه، به طور مثال مثلا این 250 جم، این 200 جم، جم های بیشتری داشته باشه وقتی که میذارین شما اون وقت یه جورایی ارزش داشته باشه. حالا این بخشی هم که اینجا هست میبینید یه دونه تویچ کانکتور داره، فکر کنم این هم بگیرید جمش به حساب بیاد. به طور مثال حالا من چون اکانت تویچ دارم و میام وارد این بخش میشم و روی کانکت تویچ کلیک میکنم، اکانت تویچ هم رو بتونم متصل بکنم، احتمالاً یه پوینتی دریافت میکنم. امیدوارم این پوینت ها رو دریافت بکنم که بیام جلوی شما این رو بهتون نشون بدم. اگر هم توی این بخش اومدید و روی آپدیت زدید این برمیگرده عقب، صبر کنید لحظه، این دوباره بهتون نمایش داده میشه. خب من یه دونه بک بزنم و منتظر باشم که این تویچ متصل بشه. خب تویچ من متصل شد، ببینم گزینه کلیم برای این تویچ داره یا خودش جم رو میده. بله بچه‌ها این فکر کنم خودش جم رو داده و من الان
390 تا جم دارم. این به صورت سریع بچه ها اضافه نمی کنه، ممکنه مثلا 1 ساعت، 2 ساعت، 12 ساعت طول بکشه تا این مقدار جم به این بخش اضافه بشه. خب این 4 تا تسکی بود که بهتون گفتم. برای دریافت هندل هم که وارد سایت تریجر داو میشین، اصلا تو صفحه اول تو صفحه اصلی نمیشه که آقا کلیم هندل، یعنی شما خیلی راحت میتونید بیاید و همون لحظه اولی که وارد سایت میشین دریافت بکنید. این جایزه من فکر کنم اینجاست بچه‌ها. بله این 100 تا رو من اینجا میتونم دریافت بکنم، ولی خب گزینه دریافتی برای من وجود نداره، نمیدونم چرا. بذارید من روی این بزنم. خب متاسفانه اینجا هیچ کلیکی برای من نداره، روی اینم میزنم که وارد همچین صفحه میشه و چیز خاصی بهم نمیگه. ولی خب این 100 تا رو انگار کلیم کردم و این 390 تام شد 490 تا. حالا یه بک اینجا میدم، یه دونه جلو میرم ببینم که این اضافه میکنه 100 تا رو یا نه. که نه بچه، یه مقدار صبوری کنید، ممکنه که طول بکشه و این رو بهتون اضافه کنه. خب این شد برای تریجر داو. خب بریم برای این دومی. برای دومی گفته که دومی اصلا کلیم نشده بچه ها برای من. گفته که لول پلیر شما توی بازیه و اینکه چند تا آیتم NFT هولد دارید داخل ولتتون، که کالکشن NFT شون هم از این لینک میتونید باز بکنید و مشاهده بکنید. برای انجام بازی هم که روی لینک زدیم و همچین صفحه‌ای اومد. احتمالا بازی بچه راحتی باشه که من دیگه ویدیو جدا برای این بازی نخوام بگیرم، چون کلا 6 روزم وقت داره و تا شما بخواید ویدیو رو ببینید دیگه مهلتش به اتمام میرسه. حالا من یه دونه رو مینت بکنم و پوینت صفرش رو بگیرم. حالا صفرم نمیذاشتید دیگه، چقدر یزیدن اینا. یه دونه 1 میذاشتید لاغا دل آدم خوش باشه. خب کانفیرم میکنم، منتظر میشم اینجا برام تایید بشه. دو تا از پلتفرم ها رو توضیح دادیم، دو تا دیگه از پلتفرم ها رو توضیح بدیم، ویدیومون به اتمام میرسه. خب تسکای پایرت نیشن رو فکر کنم بهتون گفتم یه چند تاشو، و یکی این که لول پایرتتون بود، یه دونه شیپ ها یا همون به قول معروف اون کشتی هایی که شما دارید. خب من یه دونه کشتی گرفتم و دو تا کشتی دیگه هم تونستم حالا مرج بکنم، یعنی با چیزایی که داشت، آیتم هایی که داشت. و بچه من داخل کانال تلگرام اعلام کردم الان در حال حاضر پلتفرم فورج اومده یه دونه ایونت گذاشته که یه دونه کشتی به شما میده، یا همچنین پلتفرم کار اومده یه دونه ایونت گذاشته که به شما یه دونه کشتی میده. بچه‌ها تو این ایونت هایی که کانال تلگرام گذاشتم حتما شرکت کنید. من خودم با اینکه دارم دوباره شرکت کردم که مقدار تعداد شیپ هام رو ببرم بالا و همچنین بالاتر. کف قیمتی هم که همونطور که خودتون میبینید 64 تا 24 دلار هستش و برای خرید یه دونه کشتی باید شما حداقل 24 دلار هزینه بکنید، که این رو میتونید از طریق پلتفرم های گیمینگ به صورت رایگان بگیرید. مقدار آخرام که بچه‌ها اگه بازی بکنید مقدار پی گلد شماست که تعداد گلد شما داخل بازی. نمیدونم چرا انقدر گلد از ما گرفت و ما هی گلدامون رو خرج کردیم و این شده الان. من خیلی گلد داخل بازی خرج کردم، ولی خب الان مثلا این لول گلدم رو 1000 تا کلن گلد میگه دارم، یعنی چندین هزار تا خرج کردم. اینم فکر کنم اگه اضافه بکنن یه بخشی بهش بهتره. آی آرنا هم که اینجا روی آپدیت کلیک بکنیم برامون نمایش پیدا میکنه. اینکه دیت دی فایتر باید کلیم میکردی، نمیدونم چی بوده، مال قبل بوده قطعا. بعد NRN توکنتون رو، اولین NRN توکنتون رو باید کلیم میکردین، مقدار امتیازهایی که به دست آوردین، مقدار فایت هایی که توی رنک بتل انجام دادین، و همچنین مینت کردن IRNA که باید شما مینتش میکردین، که حالا نداری میتونید از سکندری مارکت یعنی مارکت اوپنسی خریداری بکنید. امیدوارم که توضیحاتم کامل براتون بوده باشه. تا یه ویدیو دیگه و یه روز دیگه همتون رو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد.